به انگلیسی مثل آب بسیار خوش اومدید با عشق و انگیزه در خدمت شما جانانیم با پنجاه تا جمله روزمره مهم و اساسی با فعل و لغت بی در انگلیسی بی هپی بی هپی بی هپی یعنی خوشحال باش هپی یعنی خوشحال بی یک فعله در ابتدای جمله اومده پس ساختار امریه بی هپی خوشحال باش تکرار کنید عزیزان بی هپی دو نات بی ساد دونت بی ساد ساد یعنی غمگین یا ناراحت دونت بی یعنی نباش ساختار امری در حالت منفی اگه میشه نهی دونت بی نباش ساد غمگین دونت بی ساد غمگین نباش دونت بی ساد دو نات بی انگری Don't be angry. Don't be یعنی نباش. گفتیم خدمتتون. Angry یعنی عصبانی. Don't be angry یعنی عصبانی نباش یا عصبانی نشو. Don't be angry. You will be okay. You'll be okay. You will be یعنی تو خواهی بود ساختار آینده ساده است. You فائل به علاوه ویل برای بیان زمان آینده فعل در حالت ساده. You will be تو خواهی بود okay. تو اوکی okay میشی اوکی okay خواهی بود شما هم برای یادگیری انگلیسی اوکی okay خواهید بود اصلا نگران نباشید طبق روش با درس ها و جملاتی که دارید کار میکنید پیش بیاید You will be okay اوکی okay, میشی You will be okay Do not be a fool Don't be a fool Fool یعنی احمق بچه تلفظش فرق داره با full f u -L, l یعنی پور دقت بکنید فول یعنی احمق dont be نباش a یک احمق یک احمق نباش فکر کن احمق نباش dont be a fool dont be a fool It must be true. It must be true. It داره اشاره میکنه به اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه مثلا اون ماجرایی که گفتی must be must یعنی باید بی باشد یا بشود it must be باید باشه true درست it must be true باید درست باشه اون چیزی که داری میگی اون حرفی که داری میزنی it must be true باید درست باشه It must be true. Please be quiet. Please be quiet. Quiet یعنی ساکت. Be بودن یا شدن. Please be لطفاً باش. Quiet ساکت. Please be quiet. لطفاً ساکت باش یا لطفاً ساکت باشید. Please be quiet. لطفاً ساکت باشید. بچه ها به درس توجه کنید. Please be quiet. چقدر عالی هم لغت یاد میگیرید هم جمله سازی یاد میگیرید هم پرکاربردترین جملات در انگلیسی روزمره رو یاد میگیرید ای کاش تمرین بکنید همین جا این درس رو یاد بگیرید بچه ها، تکرار درس ها باعث میشه مسلط تر بشید با صدای رسا حتما تکرار کنید جملات رو He must be tired He must be tired هی اوی آقا فلانی تام جک موری ماست بی باید باشه تایرد تایرد یعنی خسته هی ماست بی تایرد تلاش کرده درس خونده فعالیت روزانه رو انجام داده بنابراین هی ماست بی تایرد او باید خسته باشه خسته نباشه شما هم خسته نباشید تکرار کنید با صدای رسا جملات رو همینجا یاد بگیرید عزیزان دل هی ماست بی تایرد It must be there. It must be there. It اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه must be باید باشد there اونجا از مادرت یه سوال پرسیدی یا از همسر محترمت یک سوال پرسیدی فلان چیز کجاست بدون اینکه بیاد نگاه کنه میگه ایت must be there باید اونجا باشه همونجا که بهت گفتم ایت must be there باید اونجا باشه it must be there Please be seated. Please be seated. Please لطفاً بی بودن یا شدن. Seat یعنی فراهم آوردن شرایطی که یه نفر بنشینه. همچنین در حالت اسمی به معنی صندلی Be seated یعنی بنشینید. Please be seated یعنی لطفاً بنشینید. نشسته باشید. Please be seated. Be kind to people. Be kind to people. Be باش kind. Kind دو تا معنی داره. یکی از معنیش یعنی نوع و یکی از معانیش یعنی مهربان. Be kind یعنی مهربان باش. با کی؟ To people. 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 پیپل نمیگم ما. People. Be kind to people. با مردم مهربان باش. مهربانی رو انتشار بدی در دنیا. Be kind to people. با مردم مهربان باش. be kind to people. It will be better. It will be better. It will be. اون چیزه اون ماجراه اون موضوعه. Will be. خواهد بود. Better یا better. امریکنش میشه better. میدونید نه؟ ما انگلیسی استاندارد آموزشی خدمت شما بیان میکنیم. Better. It will be better. اون ماجرا یا اون موضوع بهتر خواهد شد. نگران نباش. یادگیری شما قوای مکالمی شما در صورت تمرین با درس ها It will be better. بهتر خواهد شد. It will be better. She must be angry. She must be angry. She اوی خانم، نامزدتون، مادرتون، خواهرتون. must be باید باشد angry عصبانی از دست شما عصبانی چی کار کردید بهش she must be angry او باید عصبانی باشه امیدواریم که عصبانیتش هر چه سریعتر فروکش کنه she must be angry that must be fun that must be fun that اون ماجراه اون داستانه must باید بی باشد یا بودن فان یعنی تفریح کردن چیز باحال that must be fun معنیش میشه باید باحال باشه رفیق تعریف میکنه میگه میخوایم بریم فلان میهمانی یا میخوایم بریم فلان مسافرت شما میگی that must be fun باید باحال باشه شما هم یادگیری انگلیسیتون that must be fun باید باحال باشه با انگلیسی مثل آب خوردن البته که همینطوره گاه میگم پیش بیایید قدم به قدم جملات رو یاد بگیرید با صدای رسا حتما تکرار کنید عزیزان دل that must be fun do not be so unkind don't be so unkind don't be یعنی نباش so در اینجا به معنی این چنین یا اینقدر اینقدری که داریم در موردش صحبت میکنیم unkind یعنی نامهربان لغت کایند یعنی مهربان یکی از معانی دیگرش یعنی نوع no. کاربردی که اینجا داره یعنی مهربان و با پیشوند آن مخالفش رو عنوان کرده یعنی متضادش unkind یعنی نامهربان don't be نباش so این چنین unkind. نامهربان don't be so unkind اینقدر نامهربان نباش Don't be so unkind. He may be a genius. He may be a genius. هی او یا آقا می می یعنی ممکن بودن بی بودن یا شدن a genius. genius یعنی نابغه یا خیلی باهوش هی می بی a genius او ممکنه یک نابغه باشه هی می بی genius He will be here soon. He will be here soon. He اوی آقا will be زمان آینده ساده از will به علاوه فعل be استفاده کرده. بی که یعنی شدن یا بودن he will be او خواهد بود here اینجا soon به زودی he will be here soon او به زودی اینجا خواهد بود در مسیر He will be here soon. He will be here soon. That must be awful. That must be awful. That اون ماجراه اون چیزه که داریم در موردش صحبت میکنیم must باید be باشد بودن that must be اون باید باشه awful وحشتناک یا خیلی افتضاح that must be awful باید وحشتناک باشه That must be awful. That would be fine. That, would be fine. That اون ماجراه would be. باید باشه fine, خوب. That would be fine. باید خوب باشه. مثلا میخوایی بری سفر، میخوای بری ماجرایی که داری تعریف میکنی بری من و میخوایی بری. That would be fine. باید خوب باشه. That would be fine. That would be hard. That would be hard. That اون ماجراه would be باید باشه hard سخت. بله موفقیت that would be hard باید سخت باشه باید براش تلاش کرد. That would be hard. You could be right. You could be right. You شما یا تو could be می توانی باشی یا در حقیقت ممکنه در اینجا میتونه چی باشه right حق با تو باشه you are right یعنی حق با توه و you could be right یعنی ممکنه حق با شما باشه حرفی که داری میزنی you could be right ممکنه حق با شما باشه you could be right always be ambitious always be ambitious always همواره بی باش ambitious یعنی جاه طلب به کم غانه نباشید، قناعت نکنید به کم always be ambitious همیشه جاه طلب باشید always be ambitious I will be back soon I will be back soon I will be، من خواهم بود، خواهم شد back، back یعنی عقب I will be back یعنی باز خواهم گشت سون به زودی تو فارسی میگیم زود بر میگردم I will be back soon خیلی کاربردی خیلی پر استفاده جملاتی که در این درس داریم خدمت شما تقدیم میکنیم بچه ها همینجا با صدای رسا لطفا جملات رو اگر تا الان این کار رو نکردید و با صدای رسا اونها رو تکرار نکردید حتما از ابتدا دوباره جملات رو با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یادشون بگیرید I will be back soon I'll be back soon We must not be late We mustn't be late We ما must باید not در واقع منفیش میکنه must not یا mustn't یعنی نباید یه کاری رو بکنیم چیکار؟ We mustn't be late ما نباید دیر کنیم یکی از نشانه های شخصیت انسان به موقع سر قرار حاضر شدنه بنابراین We mustn't be late We mustn't be late You must be kidding You must be kidding You must تو باید be kidding بی بودن یا شدن کیدینگ یعنی شوخی کردن یا سر به سر گذاشتن You must be kidding یک عبارت و یک جمله است یعنی حتما شوخی میکنی حتما شوخیت گرفته با من جدی نمیگی این چیزی که داری میگی خیلی کاربردیان بچهها بچه ها جملاتی که داریم خدمت شما تقدیم میکنیم پرکاربورد ترین جملات با لغت و فعل بی رو داریم تقدیم شما عزیزان میکنیم You must be kidding حتما شوخی میکنی You must be kidding You cannot be serious. You can't be serious. You cannot تو نمیتونی بی بودن یا شدن و در واقع در اینجا یعنی باشی. Serious یعنی جدی. You can't be serious یعنی نمیتونی جدی باشی. جدی نمیگی این چیزی که داری میگی رو واقعا نمیتونی جدی باشی و نمیتونه منظورت همین باشه. حتما شوخی داری میکنی. You can't be serious. مثلا دوست رفیق یه چیز خیلی عجیب غریب گفته شما میگی که جدی نمیگی. You can't be serious. You can't be serious. You must be mistaken. You must be mistaken. You must be شما باید باشی mistaken یعنی اشتباه کرده. You must be mistaken یعنی شما حتما اشتباه میکنی. اون اتفاق مقصرش من نبودم You must be mistaken You must be mistaken You must be new here You must be new here You must be شما باید باشید New جدید Here اینجا You must be new here شما اینجا باید تازه وارد باشی تازه اومده باشی تا حالا ندیده بودمت You must be new here You must be starving. You must be starving. You must be که گفتیم یعنی تو باید باشی. Starving یعنی از گرسنگی در حالت قحتی زدگی یعنی خیلی گرسنه. You must be starving. حتما داری از گرسنگی میمیری یا خیلی گرسنته. You must be starving. You must be starving. Be quiet for a moment. Be quiet for a moment. Be bosh فعل در ابتدای جمله اومده ساختار امریه. Quiet یعنی ساکت. Be quiet یعنی ساکت باش. For برای یا به مدت a moment. Moment یعنی لحظه. For a moment یعنی برای یک لحظه یا به مدت یک لحظه. Be quiet for a moment. یک لحظه ساکت باش اما شما ساکت نباشید جملات رو با صدای رسا تکرار کنید Be quiet for مومنت moment Be quiet for a moment Do not be so impatient Don't be so impatient Don't be, نباش سو so, in این چنین اینقدر Impatient یعنی بی سبر ناشکی با پیشنت دو تا معنی داره یکی از معانیش یعنی مریض بیمار بلا از شما به دور باشه معنی دیگر پیشنت یعنی صبور این یعنی کسی که صبوری نداره صبور نیست ناشکی باست Don't be so impatient انقدر بی صبر نباش شما هم در مسیر یادگیری انقدر بی صبر نباشید باید تلاش کنید در مسیر ادامه بدید لحظه به لحظه گام به گام پیش برید تا به هدفتون برسید بنابراین don't be so impatient don't be so impatient do not be disappointed don't be disappointed don't be یعنی نباش disappointed یعنی ناامید یا معیوس ما, ما به شما میگیم شما هم به ما بگید don't be disappointed ناامید نشو در مسیر پیشرفت و رسیدن به هدفت don't be disappointed Don't be disappointed. Do not worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry یعنی نگران نباش ساختار امر در حالت منفی do not worry be happy فعل بی بودن شدن happy خوشحال don't worry be happy don't worry be happy he must Be on his way. He must be on his way. He must be Uboyad boshad on his way. Der masirash. U darim yad inja he must be on his way. Uboyad Darroh rah boshad. He must be on his way. I want to be a doctor. I want to be a doctor. I want to من میخواهم یک کاری رو انجام بدم چه کاری؟ بی بشوم a doctor یک دکتر I want to be a doctor When will you be back? When will you be back? When چه موقع will you ساختار آینده است داره سوال میپرسه چه زمانی در آینده You be back تو باز خواهی گشت When will you be back کی برمیگردی دلم برات تنگ میشه When will you be back I will be back at 10 I will be back at 10 I will be من خواهم بود back برگشته در حقیقت میشه برخواهم گشت یا باز خواهم گشت از 10 در ساعت 10. پاسخ سوال قبلی I will be back at 10. I will be back at 10. Do you want to be rich ؟ Do you want to be rich؟ Do you want to آیا می خواهی که یک اتفاق بیفته چه اتفاقی بی باشی rich؟ ثروتمند Do you want to be rich? آیا خواهی ثروتمند باشی؟ شما چی شما خواهید Do you want to be rich? Do not be late for work. Don't be late for work. Don't be late. دیرت نشه. دیر نکنی. تاخیر نداشته باشی. For work. برای کار. برای کار دیر نکنی. شما هم حواستون باشه. Don't be late for work. Don't be late for work. That news cannot be true. That news cannot be true. That news news یا نیوز یعنی اخبار هر دو تلفظ درسته that news اون خبر اون اخبار cannot be نمیتواند باشد true درست that news cannot be true There must be a chance. There must be a chance. There must be آنجا باید باشد a chance. یک فرصت یک شانس Chance یعنی شانس یا فرصت There must be a chance You will be good at it You will be good at it You will be تو خواهی بود خواهی شد good خوب at it. در اون چیزه در اون موضوع در اون کاره اگر تلاش کنی you will be good at it در اون کار در اون موضوع خوب خواهی بود مسلط خواهی شد یادگیری انگلیسی هم همینطوره اگر تلاش کنید you will be good at it you will be good at it you will be successful you will be successful You will be شما خواهی بود ساختار آینده ساده است successful موفق شما رو میگه you will be successful you will be successful it must be hard for you it must be hard for you it must be باید باشه hard سخت for you برای تو it must be hard for you باید برات سخت باشه It must be hard for you. You have to be flexible. You have to be flexible. You have to be. You have to. یعنی yani شما باید یه کاری رو بکنی ناچاری. Be. باشی. Flexible. Flexible یعنی yani انعتاف پذیر. You have to be flexible. شما باید انعتاف پذیر باشید. You have to be flexible. I am glad to be with you. I'm glad to be with you. I am glad. من خوشحالم to be که هستم که باشم with you با شما. ما هم خوشحالیم که با شما این با هم تا اینجا این درس پیش اومدیم. بچه ها بازم تکرار و تأکید میکنیم. اگر جملات رو با صدای رسا تکرار نکردید برگردید ابتدا دوباره این درس رو ببینید با صدای رسا هر جمله رو تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید I'm glad to be with you I will be busy next week I will be busy next week I will be من خواهم بود آینده ساده busy یعنی شلوغ مشغول next بعدی week هفته next week هفته بعدی Last week میشه هفته قبل Next week یعنی هفته بعد I will be busy next week هفته بعد سرم شلوغه این هفته وقت دارم انگلیسی کار بکنم هر چند هفته بعد همین کار رو خواهم کرد I will be busy next week I will be busy next week I won't be free tomorrow I won't be free tomorrow I won't در واقع مخفف I will not بوده و وقتی که مخفف میشه میشه I won't به جای اینکه بگن I willn't میگن I won't I won't be من نخواهم بود free آزاد در دسترس tomorrow فردا فردا در دسترس نیستم آزاد نیستم I won't be free tomorrow چقدر عالی هم لغت یاد میگیرید هم جمله سازی یاد میگیرید هم پرکاربردترین جملات در انگلیسی روزمره رو یاد بگیرید ای کاش تمرین بکنید همین جا این درس رو یاد بگیرید بچه ها تکرار درس ها باعث میشه مسلط‌تر بشید با صدای رسا حتما تکرار کنید جملات رو I won't be free tomorrow I won't be free tomorrow Please be kind to others Please be kind to others Please, Lutfan, be bosh kind. Mehbun to others. Bodigaron. Please be kind to others. Lutfan bodigaron. Ba mehbun bashid. Shoma ham boma mehbun bashid, Lutfan. Nazarahotum to In de Indar Swain Kilip Hatsman. Be modarasmata comments. Begit boma da retabot bashid. Please be kind to others. Please be kind to others. Be polite to your parents. Be polite to your parents. بی در ابتدای جمله فعل اومد ساختار امریه یعنی باش polite polite یعنی با ادب یعنی با ادب تو be your parents. parents اشاره میکنه به یکی از والدین یا پدر یا مادر parents وقتی که اس یعنی والدین و در فارسی ما میگیم پدر و مادر Be polite to your parents. با پدر و مادرت معدب باش. Be polite to your parents. خدا قوت پنجاه تا جمله بسیار پرتکرار مهم اساسی و حیاتی از انگلیسی روزمره با فعل و لغت مهم بی رو تقدیم شما جانان کردیم. بچه ها به جای اینکه صدها درس تمرین کنید، صدها لغت هر روز کار بکنید، این درس رو یا درس های انگلیسی مثل داب خوردن رو ده بار ببینید 20 بار ببینید درسته ممکن خسته کننده باشه اما مهم اینه که با صدای رسا جملات و عبارت هایی که میشنوید رو تکرار بکنید انگلیسی واقعی دقیقا همینه با جمله ارتباط بعد برقرار کنید دیگه تموم شد دمتون گرم بسیار سپاسگزاریم برای همراهیتون آرزوی بهترین ها رو داریم برای شما و خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هستید